بخش دو پسر توانا را دارم، قربان جان و همچنان الیاس جان. ابتدا خوب است با الیاس جان ما سلام کرامی داشته باشیم. سلام، صبحت بخیر الیاس جان. صبح شما بخیر. تشکر، زنده و سلامت باشی. یک سلام و صبح بخیری با بینندگانی که همین یک منتر بیننده هستن داشته باش. سلام سلام، بیریا و درود بی انتها و خلوص بی منتها. من الیاس موسوی هستم، یک از شاگردان لیسه الخصیم هستم. بسیار عالی، ما امروز خیلی خوشحال هستیم که الیاس عزیز را در کنار خود داریم. خوب هستی؟ بخیر آمدین. صبحانه نوش جان کردین؟ ماه مبارک رمضانم بخیر سپری کردین؟ خدا را شکر. در کنارش قربان عزیز را هم با خود ما داریم دیگه، قربان نامش زیاد مقبول است. خیلی خوش آمدی عزیزم. ممنونت. دیگه بیننده ها منتظر هستن که سلام و کلامی از خودت داشته باشه. سلام سلام برای شما دمیدی عزیز و نگان عزیز. ممنونت، سلامت باشی. دیگه مطمئنن بینندگان عزیز هم دیگه سلامایتان علیکم گرفتن. صبح را چطور آغاز کردین؟ خوب بود؟ خب خدا را شکر. روز سه‌شنبه هست و کم کم نزدیک میشیم به پایان این هفتنی. درس های مکتب در حال حاضر چطور سپری میشن؟ خوب سپری میشن. تقسیم اوقات منظم برای درس های مکتبتان داره؟ بله. خب بیاین از تقسیم اوقاتتان برای ما بیشتر یاد کنین و دانش آموزان عزیزی که هم یکنون بیننده برنامه هست و هم از طریق رادیو صدای شما رو میشنن بخواهند که قربان و الیاس عزیز در درس هایشان، در کارهایشان، در بازی هایی که انجام میده چه نوع تقسیم اوقاتی داره. درست؟ ابتدا از الیاس میشنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صبح وقت ساعت 6 تا 12 مکتب هستم. بسیار عالی. از اونجا که میرم نان و چاشت و بعد سر کارخانگی هم میرم. بعد کارخانگی خلاص میشه، ورزش هست. بعد طرف بازی. بسیار عالی. ورزش کدام ورزش انجام میدی؟ ورزش زیاد حرکت سینه و دویش. خب بسیار عالی. آفرین. در خانه دیگه این حرکات رو انجام میدی؟ بسیار عالی. باش که از تقسیم اوقات قربان هم بپرسیم که قربان برای درس های مکتبش در کل برای زندگیش چه نوع تقسیم اوقاتی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من صبح از خواب میخوام 6 تا 12 بعد مکتب باز نان چاشت میخورم، باز کارخانه میرم، بعد از کارخانه درس میخونم، باز بازی میرم، بعد از بازی استاد یعنی دمش وقتای ملازم کشم ورزش میرم. خب بسیار عالی. تا هنوز شده که گفته باشین برم ساتری رو انجام بدم باش کارخانگی باش و بیاز و باز وقت پیدا میکنم؟ آسان شده؟ چرا؟ اول ساتری یا کارخانگی؟ جدی وقت اول کارخانگی یگان دفعه دیگه باز میمانه دیگه نه باز برین اگه یادتان بره باز شبم که بخوابین صبحم که زود باید طرف مکتب برین از ساتید باز کار نمیشه سر شما؟ نیست شب نه. شب انجام میتن دیگه نه؟ فراموش نمیشه یعنی تا فردا هر رقم شبه که انجام میتن دیگه نه؟ خب بسیار عالی، این خوب هست. بله خوب. عجیب با ما بگیم که صنف چند هستن؟ ابتدا قربان جان میگم صنف پنجم. دو صنف پنجم و همچنان خود صنف چند هستن؟ صنف پنجم. به نظرم ده یک صنف هستن. آه بله خوب. از خوب کدام مضمون بیشتر دوست دارن؟ همه مضمون خوبه بیشتر ریاضی. ریاضی؟ بله خیلی یک مضمون دلچسبی هست. و همچنان خودت کدام مضمون بیشتر دوست داری؟ تمام مضمون برای من خوب است ولی زیادتر انگلیسی. بله انگلیسی. هر دوی تان همه قسم در مضمون همه مضمون ها از چهره تان معلوم میشه لایق هستن. میخوانه درس های تان هم همه قسم نیست؟ بله. چند نمره هستن؟ اول نمره. هر دویتان اول نمره هستیم. پس گفتم اتنیم امروز دو اول نمره را با خود ما داریم. نه رقابت بین اول نمره زیاد است؟ آه خب اگران دفعه اگر دگان سوال بند بانین باز یک دیگه تان دیگه 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 تان خوشحال میشین یا نه؟ یعنی بند مان دیگه نه؟ عجب سوال پرسان کرد استاد خوب شد بند مان یا نه؟ نه میمانین رقابت های سالمی بین خودتان دارین. درست؟ بسیار عالی. آفرینتان. امروز در برنامه بر ما چی آورده؟ امروز ما یک دکلمه درباره علم. دکلمه بسیار عالی. و خودت قربان جان؟ ما یک شعر درباره علم. شعر درباره علم بسیار عالی. ما هم منتظر هستیم از شما در قدم نخست
شعرتان رو بشنیم و باز یک گیمی را هم با شما بازی بکنیم. خب بفرمو نخست شعر قربان را میشنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بال است مرغ جانت را، بر سپهر او بود روانت را. علم دل را به جای جان باشد، سریبی علم بدگمان باشد. دل بی علم چشم بی نور است، مرد نادان ز مردمی دور است. علم عقل است و نفس علم خدایی، پیش از این به خودی مکن به خود آی. نیست آبی حیات جز دانش، نیست باب نجات جز دانش. هر که این آب خورد باقی ماند، چشم او در جمال ساقی ماند. مددی روح کن به دانش و دین، تا شوی هم نشینی روح الامین. دین به دانش بلند نام شود، دین با علم که تمام شود. نور علم است و علم پرتو عقل، روشن است این سخن چه حاجت نقل. علم داری مشو به راه ذلیل، علم بس راه را چراغ و دلیل. جهل و کوری از سر به چاه کشد، علم و بینندگی به ماه کشد. دل شود گر به علم بیننده، راه جوید به آفریننده. چون به علمش یقینی درست شود، در علم نامدار و چوست شود. تشکر دستان جلد. بسیار عالی. یک چک چک کنیم به افتخار قربان. شعر فوق العاده زیبایی را قربان بر ما آماده کرده بود. تشکر از خودت. شعر خودت هم آماده هست الیاس جان؟ چطور انتخاب کردین که هر دویتان شعر در رابطه به علم بخوانیم؟ یا اول نمره دیگه باز؟ نه اول نمره دیگه. دوست دارن که یک چیز انتخاب کنه نه؟ بشنیم از خود لازم. بسم الله الرحمن الرحیم. علم دریاییست بی حد و کنار، طالب علم است غواص بهار. هم سوال از علم خیزد هم جواب، همچنان که خاره گل از خاک آب. خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. آدمی را زین هنر بیچاره گشت، خلق دریاها و خلق کوه و دشت. زو پلنگ و شیر ترسان همچو موش، زو شده پنهان بدشت و کوه و هوش. زو پری و دیو ساحلها گرفت، هر یکی در جای پنهان جا گرفت. پیل اندر خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. از برای دیدنش مردم بسی، اندران ظلمت همی شد هر کسی. دیدنش با چشم چون ممکن نبود، اندران تاریکیش کف می بسود. آن یکی را کف به خرطوم او فتاد، گفت همچون ناودان است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید، آن برو چون بادزن شد پدید. آن یکی بر پشت او بنهاده است، گفت خود این پیل چون تختی بده است. آن یکی را کف چو بر پایش بسود، گفت شکل پیل دیدم چون عمود. شیخ خندید و با گفتش ای سلیم، این درخت علم باشد ای علیم. تشکر. بسیار عالی. آفرینت. شعر فوق العاده زیبایی را بر ما دکلمه کردی. میشه با ما بگی که شعر که همراه کمک کرد که پیدا کنی؟ شعر خودم. خودت؟ خیلی شعر زیبایی بود. خب چند وقت میشه که این شعر تمرین داریم؟ درست؟ خیلی عالی، خیلی شعر قشنگ. میفهمی که هر انسان از خود اهداف و آرزوهای زیادی داره و میشه به ما بگین که شما میخواین دارین در چی کار باشن؟ ابتدا الیاس جان ما میخواییم از رشته کمپیوتر ساینس برشان. انشالله، یعنی در آینده نه چندان دور خودت زمان که مکتب را تمام کردی وارد دانشگاه شدی، آزمون کانکور سپری بکنی، انشالله که کامپیوتر ساینس را انتخاب بکنی و از کامپیوتر ساینس دیگر به خیر فارغ شدی. قربان میخوای در آینده چی کار شد؟ دکتر میشی. دکتر میشی؟ دکتر چی؟ جراحی اعصاب. به به، هدف خیلی بزرگ و انشالله که موفق هم شوی و بتانی که به اون هدفی که داری دست پیدا کنی. خب ما یک گیمی هم با شما داریم. دوستان هم شاید سوال بشان خلق شده باشه که پقانا به خاطر چی باشن. داخل پقانا یک ورقی هست و داخل اون ورق یک سوالی نوشته شده. حالا هر سوالی که باشه درست؟ نخست بگوین که کدامتان آبی را انتخاب میکنین و کدامتان رنگ زرد. و این خودتان دیگه جرامت داشته باشن اول نمره؟ آبی را. آبی را الیاس و زرد دیگه از خودت هست. قربان درست؟ شه. خب. یک سوزن هم در کنار شما هست الیاس،
اول خودت پقانت دیگر بترقان و ببینید چه سوالی بر خودت می آید. درسته؟ نزدیک خودت بگی که با صدای شما بترسم. خب خب سوال را ببینیم. نام چهار فصل را بگو. بهار، تابستان، خزان، زمستان. آفرین به خودت. خب ببینیم پقانه قربان چه سوالی قرار هست برایش بیاید. درست؟ خودت هم سوزن بگی قربان جان و پقانه خودت را هم بترقان و ببینیم چه سوال بر خودت. آفرین. سوال نزدیک اونجا هست اما نیست؟ نه از خودت هست. خب سوال نزدیک چوکی ما افتاد و ببینیم چه سوالی آمده. نام پنج حیوان اهلی رو بگو. گوسفند، گاو، مرکب، بز. خب یکی دیگه؟ صد قاطر. آفرین به خودت. آفرین. بله خیلی عالی. خب عزیزم ما بگو که کدام حیوان بیشتر دوست داری؟ ببر. ببر؟ بله ببر یک حیوان وحشی است، این قسم نیست؟ ها بله. و خودت کدام حیوان دوست داری الیاس جان؟ شیر. شیر. تو حیوان وحشی را دوست دارن. نمیفهم بچه چرا حیوانات وحشی را دوست دارن؟ چرا؟ علت داره؟ نه. خب علت نداره. خیلی خیلی تشکر از هر دویتان. از زای دل ما از اینکه حضور پیدا کردین در برنامه ما. انشالله در تمامی عرصه های زندگیتان موفق باشین، مسیر که انتخاب کردین همیشه سبز و هموار باشه. پیام و گفتنی هم دارین؟ تشکر از شما و تشکر از شبکه راه فردا. ممنون دازم. و خودت قربان جان؟ تشکری فراوانی از شما و تشکری دیگر از تلویزیون راه فردا که ما رو دعوت کردن. ممنون خودت. سلامت باشی. تشکر.